ببین، من تقریبا یک ساعت پیش وقتی بتونه باز کردم، شما راجع به مغلطه اسکاتلندی داشتید صحبت میکردید که آخراش بود، من نفهمیدم چی بود، رفتم فقط خوندم از ویکی‌پدیا که راجع به مسلمان واقعی داشتید شما صحبت میکردید. ببینید، صحبتی که من دارم اینه که ما چرا باید، اگه یک کسی ادعای اسلام داره، ادعای اینو داره که من یک فرد مسلمانم و کاری رو دقیقا خلاف اون چیزی که در کتاب و اون مبانی اومده انجام میده، ما چرا باید به پای اون مبانی بذاریم؟ سوال من از شما اینه. برای اینکه تعریف مسلمان بر اساس عقایده، نه بر اساس کار رفتار. کی همچین چیزی رو تعیین کرده بر اساس عقایده؟ یعنی مثلا اگه تو قرآن اومده اسلام آدم نکشید، یعنی... مثلا به عنوان مثال اومده آقا این کارو نکنید، بعد یه نفر داره اون کارو بکنه، این از به نظر شما مورد تایید اسلامه؟ من نمیگم مسلمان واقعی، یا گوش بدید به صحبتم، اصلا کاری به این کلمه ندارم که شما روش حساسیت دارید. من دارم میگم این مورد تایید اسلام هستی عمل کرد یا نه. اگه مورد تایید اسلامه بذاریم به پای اسلام، هیچ مشکلی هم ندارم. اگه مورد تایید اسلام نیست این کار، چرا میذاریدش به پای اسلام؟ ببین من نمیذارم. ببین ما وقتی در این امر اسلام، ببین یه بار دیگه مثال تو بزن. مثال نبودیم. من دارم میگم اگه یه کسی دقیقا مخالف اون چیزی که دستور داده شده عمل کنه، چرا باید بذاری به پای اون؟ مثلا داره قرآن میگه دروغ نگی. یعنی چی بذاریم به پای اون؟ نه ببین، مثلا فرض کنی که مثلا اسلام میگه که مثلا قرآن داره میگه اگه شو یک جمعی مثل همین جمعی که شما عیسی عزیز اینجا هستید و حضور دارید، تو یک جمعی اگه اومدن مثلا آیت خدا رو مسخره کردن و توهین کردن، عکس العمل ما چی باید باشه؟ آیا مثلا ما بریم درگیر شیم باشون، ما هم توهین کنیم، ما اصلا اونا کافر شدن بکشیمشون؟ عکس العمل ما چیه؟ قرآن مثلا دستور میده آقا هیچ درگیری نکنید، مجلس رو ترک کنید تا وقتی بحثشون عوض بشه. بعد حالا اگه یک مسلمانی تو این جمع حضور داره، احساساتی میشه و میاد تجاوز میکنه، میاد میبینه مثلا یه نفر داره فحش میده به محمد، میاد فحش میده به آیات قرآن، رو توهین میکنه به هر ترتیبی و احساساتی میشه و این کارو انجام میده، شما چرا بولدش میکنید؟ آه ببین آقا این اسلام واقعی رو ببینید، اینجا مسلمان زد یک آتیستو کشت، همینو بولد میکنید؟ ما بولدش میکنیم ولی نمیگیم که مثلا جناب زوس در کانالشون همین چند وقت پیش، وقتی یک فردی اومده بود، شما مسلمانی، معلمی که کاریکاتور حضرت محمد کشیده بود، اون فرد اومده بود اون رو کشته بود و جناب زئوس در کانالشون قشنگ گذاشتن که ببینید اسلام محمدی و بل بل بل، این عمل کرده، این چرا قرار به پای اسلام نوشته بشه؟ سوال من از شما اینه. خب آرمی، منم میتونم یه چیزایی بگم وسطا. نه بذار من جواب قرآن اومده با کشین کفارو. ببینید من نباید همه رو دیگه هیچ وقت همه رو بالا نمیاد اصلا نمیشه اینجور صحبت کرد دیگه این کار رو نمی کنم. چی میخواستم بگم؟ ببینید من به طور شخصی این کار رو نمی کنم. من وقتی اسلام رو نقد می کنم بر اساس چیزی که تو قرآن نوشته شده و بر اساس چیزی که تو حدیث هست اسلام رو میام نقد میکنم. کاری که مسلمان ها میکنن و من اسلام حساب نمیکنم. چیزی که تو قرآن و حدیث هست و من اسلام حساب میکنم و من میام میگم اسلام، من اگه میگم اسلام خشونت طلبه، ضد زنه، ضد انسانه، کلی میام نقد میکنم، همه رو بر اساس قرآن و حدیث صحبت میکنم. اتفاقا من فکر میکنم مسلمان ها، اکثر مسلمان ها معیارهای اخلاقیشون به شدت بالاتر از اسلامه، اکثر مسلمان‌ها. خب من یه مثال نقضاستون بیارم، همین الان گفتم من راجع به تک تک این موارد میتونم باتون یه وقتی صحبت کنم، ضد زن بودن، آیات نمیدونم شداد و بلاد. حالا موضوع بحث این نیست، موضوع بحث الان اینه که مسلمان‌ها. آره شما شما خودتون مطرح کردید، من اشاره کردم راجع به اینا تک تک جداگونه میتونیم صحبت کنیم، هیچ مشکلی نیست. بله میتونید. آیا یه اجازه بدید من مشکل نداره، من مشکلی از اینجا ندارم، من فقط آیهشو بیارم چون الان قرآن جلومه یه دقیقه زمان قبل از اینکه این کارو کنی من یه چیزی بگم. می‌خواستم مثلا نقد بیارم چون گفتید اخلاق مسلمان بالاتر از این چیزی که در مبانی قرآن و حدیث هست، که حالا حدیث هم البته باید به قرآن بخونه. من یه آیه مثلا نقد خواستم واسهتون بیارم که اولا مطرح کرده بودم، بفهمید. من یه پیشنهاد به شما و بقیه دوستان خدا باور بدم. ما اگه شما وقتی که میایین بالا
تو اسم، توی اسمی که برای خودتون انتخاب میکنین تو پرانتز بذارین خدا باور یا مسلمان، برای شما اولویت. من برای اینکه دارم نگفتم اینو بیشتر باید تبلیغ میکنم، من برای کسایی که خدا باور هستن یا مسلمان هستن، برای شما اولویت قائل میشیم بذارین توی اسمتون، شما دوست داریم با مسلمانان و خدا باوران صحبت بکنیم. اگه شما خدا باور یا مسلمان هستین حتما توی اسمتون بذارید که ما حواسمون باشه. مرسی، ممنون. خب بگم خواهش میکنم. ببینید آیه 140 سوره نساء رو من میخواستم خدمت شما و تمام کسایی که اونجا حضور دارم بخونم. خب خیلی کوتاه جان بدم موضوع بحث رو میخواییم بکنیم، دفاع از اسلام یا اینکه مثلا فرق نقدر ما هم اسلام واقعی بود. من کلن واسه این پیوستم به این لایف، چون من اومدم حقیقتش این بود که من اومدم داخل یوتیوب میگم، تا حالا مثلا لایف یوتیوب نیومدم، اومدم داخل یوتیوب بودم، دارید مغلطه اسکاتلندی رو میگید و میگید آقا این مسلمان واقعی اینجوریه، چرا شما کارهایی که مسلمان ها میکنن میگید میگید نه اینجوری نیست و این حرفا. و در ادامه همین الان چند دقیقه پیش گفتید که من اخلاق مسلمان ها رو خیلی بالاتر از اسلام میدونم، و خب من میخوام یک مثال نظر بیارم دیگه خدمتون، عربیش هم بخونم یا چیکار کنم؟ فقط یه چیزی بگم، من فکر کنم ما با هم در این که رفتار مسلمان ها با اسلام جدا فرق داره با هم هم نظریم از این لحاظ. یعنی ما یعنی ببینیم مثلا فقط اختلاف نظرمون اینه که من فکر کنم مسلمان ها از اسلام بهترن، ولی من فکر کنم شما فکر میکنین اسلام از مسلمان ها بهترن. ولی این که کارهای آها من میگم اسلام یه پله بالاتر از انسانیت، انسانیت تو دقیقا نه این نظر شماست، ولی من میگم این که رفتار مسلمان ها با اسلام فرق داره در این مورد با هم نظریم به نظرم، ولی شما فکر میکنید رفتار مسلمان اشکال نداره. بله شما دقیقا اوکی اشکال نداره. خب موضوع همین بود دیگه، من خواستم مثلا نظر بیارم خدمت همین مسئله که شما ارائه کردید، همین مسئله که شما گفتید بالاتره. ببینید تقریبا 1400 سال پیش در سوره نساء اومده که دقیقا همین چند دقیقه پیشم اشاره کردم، حالا میخوام عربیشو مستند بخونم که دوستان ببینن. مراجعه کنید آیه 140 سوره نساء، فقط نزل علیکم فی الکتاب، میگه در این چیزی که ما در این کتاب بر شما نازل کردیم، ان اذا سمعتم آیات الله، هر زمان فهمیدید گوش کردید که آیات خدا رو چیکار میکنه. سوره 143 اوکی بگو. وقت نزل علیکم فی الکتاب، میگه در این چیزی که نازل کردیم بر شما در این کتاب، ان اذا سمعتم آیات الله، هر زمان دیدید آیات خدا رو، یکفر و بها، کفر میبرزن بهش، کفر برزیدن رو که دیگه تعریف شد شما بهتر بود، و یستهزع و بها، و به استهزا میگیرن. البته نه شما کافر نمیدونم، حالا تعریف کافر تو پرانتز بهتون بگم، کافر کسی که حقیقت رو میپوشونه اما شما فکر میکنید اون چیزی که بهش رسیدید عیناً حقیقته، یعنی کافر کسیه که میدونه خدایی هست و در عمل میاد سعی میکنه اون رو بپوشونه. بذارین یک موضوع در یک موضوع مختلف باشه. یک فرابه ها و یستهزع به ها، کفر می‌ورزند به اون آیات و استهزا می‌کنن، مسخره می‌کنن، توهین می‌کنن، دیگه از این بالاتر که نیست. دستور خدا چیه؟ چیکار کنیم؟ شمشیر بکشیم بکشین؟ نمی‌دونم درگیر بشید باهاشون به بحث بشینید؟ نه. فلا تعبدوا معهم، نشینید باهاشون، تا کی نشینیم باهاشون؟ مجلس ترک کن. حتی یخوذوا فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه. یعنی تا زمانی که اونا دارن بحث می‌کنن نشین باهاشون، توهیناشون رو گوش نکن که با اونها همراه نباشی. هر وقت تموم شد، برگردید بشین. حالا شما دارید میگید که کدوم مسلمان واقعا تو عصر الان تحمل میکنه اینقدر سری سخته؟ یعنی که شما میبینید که الان خاصا الان میبینید که مسلمان حتی به پیامبرش که توهین میکنن طرف میره ترور میکنه، میگه کاریکاتور کشیده غلط کردی بچیدی، ولی دستور اسلام این نیست، دستور خدا این نیست. خیلی با سری سخت داره میگه شما مجلس ترک کن، نمیگم تو زبان قهر کن دیگه، طرف خیلی آزاداندیش باشه، ببینی یه جایی دارن آیات خدا رو مسخره میکنن، به استهزا میگیرن، خیلی طرف فکرش باز باشه، میگه آقا ببخشید ما دیگه نمیتونیم با شما ادامه بدیم، ببخشید، مجلس ترمینو قهر میکنه، ولی میگه قهرم نکن جان. این که حرف من اثبات میکنه. چجوری حرف شما اثبات میکنه؟ الان مسلمان ها که دارن خلافش انجام میدن، این که الان خیلی بالاتر اخلاق. نه بالاتر از اخلاق اون کاریه که مسلمان‌ها دارن انجام میان با ما مناظره میکنن وقتی اسلامشون رو دارن نقد میکنن. گوش بدید
لطفا اینا رو اصلا با هم قاطی نکنید. مناظره، ببین ما یه چیزی داریم مثل تبلیغ، خب من دارم تبلیغ میکنم، این داره راجع به درگیری صحبت، چون که نه نوشته که وقتی که نگفته فقط موقعی که مسخره میکنیم، حتی موقعی هم که داریم ردش هم میکنیم، میگه چی این چی میشه کجا؟ being reject یوکتر یعنی انکار، یعنی پوشوندن حقیقت. من خدمتتون توضیح دادم. نه انکار نه انکارش نه پوشش حقیقت، یعنی انکار، ما انکار میکنیم، ما دین اسلام رو انکار میکنیم. این داره میگه بابا نه شما تو تعریف کفر اصلا مشکل دارید. خودت الان گفتی، خودت الان ترجمه کردی، الان خودت گفتی انکار، خودت الان کلمه ای که استفاده کردی. اشکال نداره من تعریف کفر خدمتتون بگم. نه همون کلمه که الان استفاده کردی اشکال نداره، من با شما اصلا موافق انکار، خب این که بس نداریم. من دارم میگم حرف من اینه، اصلا مناظره یه پله بالاتر از اینه. خب ما داریم مناظره میکنیم با هم دیگه، خب دستوری نیست اثبات شی نفی معاده نمیکنه، نگفته دستور نداره چیز کن، ولی ایرادی واسش نذاشته اگه بخوای مناظره کنی. ولی این داره میگه شما نه دستور اینجا کجا دستوره، میگه نشین باشون برو. آقا ببین من یه سر صحبت کنم الان، یکی میخوای ادامه بدی صبر کنم یه چیز میخوای صبر میکنم بگو بفهم. شما تو آخه تعریف چند تا چیز اشکال نداره، شما بفهم. ببین اولا که ما تو بله توی قرآن، این البته آیه این سوره این آیه الان مدنیه درسته؟ این آره مدنیه. خب ما توی قرآن مثالای زیادی داریم از این که نشون داده میشه که مثلا مسلمان ها باید مثلا یه بلایی سر ما بیارن، و آیه های دیگه هم داریم که مثلا اینجا گفته باشیم نشین داریم، گفته ایش کار نداشته باشیم وقت چی کار کنیم. بله نه من دارم میگم که من نمیگم که این آیه ها وجود نداره، خب من میگم این آیه هایی که الان اینجا مثلا نوشته شده که مثلا نباید با ما بشینن و برن صحبت با همون نکنن، اون آیه های دیگر رو پاک نمیکنه، اون آیه ها هنوز هستن. من خیلی از مسلمان ها میان مثلا ما یه آیه هایی رو باش مشکل داریم که مثلا به نظر ما تبلیغ به خشونته، ما میایم میگیم این آیه خیلی تبلیغ به خشونت علیه کافرونه، میان میگه ای پس این آیه چی؟ من میخوام اون آیه هست، ولی خب این آیه هم هست، من این آیه رو من دارم الان به این آیه اشاره میکنم. یعنی نمیتونی میگی این آیه های اینجوری اون آیه های خشن رو پاک نمیکنه. یکی دیگه هم این خود این آیه خودش به نظر ما حتی اگه اون آیه هایی که تبلیغ به خشونت هم نبود، اگه وجود نداشت، من این آیه رو این آیه داره تبلیغ میکنه تشکیل حباب فکری. خب یعنی به نظر من برداشتی که من دارم که میتونه غلط باشه، برداشت شما میتونه درست باشه، برداشت من میتونه غلط باشه، اینه که قرآن داره سعی میکنه کسایی که مسلمان شدن ما نظرشون عوض نکنه، یعنی به نظر یه حباب فکری به وجود میاد که تحت تاثیر نظرات مخالف قرار نگیره. تنها راهی که ما میتونیم داشته باشیم که این آیه یه آیه نباشه که داره سعی میکنه شستشوی مغزی برای مسلمان‌ها به وجود بیاره یا یه حباب فکری درست نکنه، اینی که شما بیاین این یکفر و بها رو یه جوری ترجمه بکنین که فقط ماورای انکار باشه، یعنی یک دشمنی خاصی باشه. من ترجمه رو خدمتتون میدم، شما توجه نمیدید. بله میدونم شما، ولی من میگم شما انگیزه خاصی دارید از اینکه یکفر و بها رو انگیزه این نیست. ببینید یک چیزی واقعا معنی میده. ببینید یه جایی در قرآن داره میگه که کفار میاره، کفار منظورش کشاورزانه. چرا کشاورز باید بگه کفار به نظر شما؟ نظری داری راجبش خودم بگم؟ من نه، ولی میدونم اکثر جاهای قرآن وقتی داره درباره کفر و کافر رو، ببین قرآن اکثر جاهایی که داره درباره کفر صحبت میکنه خودش هم تعریف میکنه، کسیه که به قرآن خودش اشاره میکنه، کسانی رو داره درباره صحبت میکنه که اعتقاد ندارن به چیزهایی که نوشته شده در این کتاب. وقتی میگه این کتاب در خود قرآن، اصلا یک کلمه در قرآن اعتقاد ما نداریم. شما اگه یه جایی اعتقاد در من آوردی، من همینجا نظرت تام میکنم. ایمان نه، حالا من دارم اعتقاد ایمانه. آفرین، فرق وجود داره. شما هنوز فرق بین کفر، الحاد، ایمان، اعتقاد اینا هیچ کدوم نمیدید. من خدمتتون میگم دیگه، اجازه نمیدید کفر رو باز کنم. باشه. گفتم کشاورز رو میگه کفار. چرا؟ چون دانه رو زیر زمین میپوشونه، اون هر نوع عمل پوشانندگی که صورت بگیره. حالا کافر کسی که حقیقت رو میپوشونه. ببین به حقیقت رسیده، میدونه. آقا الان شما ادعا داری خدا نیست، اینو ادعا داری یا نه؟ بله.
خب شما ببین نرسیدی که خدایی هست و بعد من نمیدونم نیت شما چیه. شما به این اگه به این عقیده برسی خدایی هست و بعد بیای اینجا یک واسه حالا نمیدونم کسب درآمد یا هر چیزی، من تهمت به شما نمیزنم، فقط دارم مثال میزنم، واسه هر چیزی واسه هر انگیزه بیای این رو پنهان کنی، حقیقت رو بپوشونی میشی کافر. در غیر این صورت شما ملحدی. شما فرق الحاد و کفر رو اول بیاد آقا اصلا این اگه تعریف شما از کفر این باشه، تمام تعریف طبق قرآن دارم واسهتون مثال میارم و دارم اثبات میکنم، این واقعا اصلا یک کتاب واقعا خنده‌داری میشه. خب نه اصلا اینجوری نیست. ببینید شما این تعریف های به نظر من این تعریف های جدیدی هست به خاطر اینکه شما انسان خوبی هستین، خب، و خدای الله رو دارین شستشو میدین و این خشونت رو میخواین ازش بگیرید. خب یعنی شما بفهمید، شما بفهمید فقط یک چیزی رو خب میخوام بگم رو هم آیه رد کنم دیگه. ببینید در میخواستم استدلال کنم نذاشت در همون رتبه کشاورز میکنه استدلال کنید، چون من کفار اومدم روی همون آیه که ببینم میخوان چطوری واسه من حالا اون کشاورز رو نمیدونم کدوم آیه رو داری بشه. خب میخونم برای من اکثر آیه ها، ببین اکثر آیه ها بالاخره جهاد و خیلی از مثلا همین ضربه هم که مثلا توی کتک زدن زن استفاده شده، جاهای دیگه قرآن به یه شکل دیگه ازش استفاده شده. معنیش این نیست که مثلا از ربا هنه منیشی نیست که بزنید، چون که ضربه من میگم همه جای کشاورزه. صحبت شما دقیقا جایی من میگم شما دارید میگی ببین ذات کلمه مثلا اسلام هم یا مسلمون هم معنی که آره تسلیمه، ولی ما میدونیم که معنی کلمه ببین ما میدونیم که مثلا ذات ریشه کلمه جهاد رفتی با جنگ نداره، ولی میدونیم وقتی قرآن داره میگه جهاد داره در باره جنگ صحبت میکنه. ما میدونیم ذات و ریشه کلمه مسلمان رفتی با یه مؤمنی که به الله اعتقاد داره نداره، رفت به تسلیم شدنه، ولی میدونیم که تعریف کلمه مسلمان چیه با اینکه از ذات و ریشهش جدا شده. کافرم ما میدونیم. من این همه تو اجازه دادم، تو چرا به من اجازه نمیدی؟ خب بفهم آخه دارید اشتباه میگید. شما دارید میگید مسلمان رفتی به اون، اتفاقا همون اسلام اگه تسلیم شده است، مسلمان هم کسیه که تسلیم شده، اسلام باب افعاله. ببین میدونم که اسلام تسلیم شده است، ولی یه مقدار ماورای اونه، فقط تسلیم شده نیست. ما میدونیم مسلمان یه با کلی معنی با خودش اضافه شده بغیر از تسلیم شده. خب یعنی بله، خب جهاد جنگ کردنم یه جور تلاش هست، ولی جهاد ببین من خب اصلا تو میدونی دارم اصلا نمیذاری، من میگه چرا فقط ادعا میکنی استدلال نمیکنی، بلکه نمیذاری من استدلال بکنم. من دارم میگم من اصلا به نتیجه هم نرسیدم. من دارم مثل چی دارم میگم که به این نتیجه برسم. من میگم کلمه کافر درسته از ریشه‌ای که داره استفاده میشه، ریشهش داره به یه چیز دیگه اشاره میکنه و توی شرایط مختلفی میتونه یه چیز دیگه بگه، به واسه پوشش دادن یا چیز دیگه، مثل همون جهاد که میتونه ریشهش به یه چیز دیگه داره اشاره میکنه. ولی تو قرآن میدونیم جهاد یعنی چی، توی قرآن میدونیم مثلا این کلمات مختلف کافرم جوری که تو قرآن اکثر موقع ها داره ازش استفاده میشه به یکی اشخاص خاصی داره بهش اشاره میشه. خب و شما اگه دارین میگین که کافر کسیه که از عمد میدونه خدا وجود داره ولی از امر داره اینو پوشش میده، این کتاب قرآن یکی میشه مسخره ترین اسطوره جهان. تمام اسطوره های تاریخ آدمای بدی که توش وجود داره، ما میتونیم بیان ببینیم که مثلا چرا دارن این کارو بد انجام میدن. یک انگیزه، ببینید شما وقتی میخواین داستان پردازی بکنید، یه انگیزه قابل قبولی باید به آدمای بدتون بدید. خب اصلا قرآن واقعا حساسیت داره، شما قرآن رو میخونین دشمنی با کافرین یکی از مهمترین بحثای قرآنه. حالا شما دارین میگین این همه کافرینی که محمد داره باشون میجنگه، این همه قرآن حساسه براش مهمه که بگه اینا بدن و این کارو بکنین و بزنین تو سرشون و تو جهنم قرار بسوزن و اینا یه مش آدمای دیوانه احمقی بودن که با اینکه میدونن الله وجود داره، با اینکه میدونن بهشت و جهنم میدونن که وجود داره و میدونن که قراره بمیرن اگه طرف محمد نرن، قراره تا ابد بسوزن، خدایی که میدونن وجود داره که قدرتش بی‌نهایته، ولی به خاطر یک
چه میدونم ثروت کوتاه مدت تو زندگیشون به خاطر قدرت تصمیم گرفتن که برن با جنگ با یه ابرقدرتی که خداست که بهش هم ایمان دارن ولی میخوان پوششش بدن. آخه احمق‌تر مثلا مگه میشه؟ شما اگه هر اسطوره دیگه رو بخونی آدمای بد داستان باید یک استدلالی دارن که دارن کار بدشون انجام میدن. این کافرا کیان؟ اصلا مگه میشه هم چیزی؟ اصلا داستانا رو یه ذره خب ببین، اگه واقعا اگه تعریف کافر تو قرآن اینه که واقعا یه کتاب مسخره است، یه اسطوره کاملا غیر منطقیه، این کافرا کجا بن؟ اصلا مگه میشه؟ بگو. بله شما ببینید، اول از همه ادعا کردید که اگه این کار، اول از همه چند تا مطلب شد واسه من وسطش میخواستم خدمتتون بگم. یکی که گفتید که این کافر یک معنای دقیق در قرآن داره، میشه بفهمید معنای دقیقش چیه؟ گفتید به خدا اعتقاد ندارن، درسته؟ نه، کسایی که پیغام محمد رو قبول نکردن. محمد اومده یه وعده داده، گفته الله و لا اله الا الله، این قرآن این صدای خداست، اینا گفتن نه. تازه خیلی هم جالبه، شما اگه داستانا رو بخونین اینا خیلی استدلالای قشنگ میاد، خیلی جالبه که به نظر حرفای ما رو میزنن. یه آدمایی هستن که به نظر نیست که خدا رو اعتقاد دارن بهش، ولی میگن نه من میدونم خدا هست ولی باید بگم نه. اومدن میگن که مثلا تو فکر می‌کنی این مش استخونه مثلا خرد کردن انداختن جلوی محمد، میگی که تو فکر می‌کنی این استخونه قراره دوباره جمع بشن حیوان، یه حیوان مثلا زنده بشن، یعنی تو میتونی اینا رو زنده بکنی برای من؟ یعنی شما فکر می‌کنی حرفایی رو که دارن میزنن حرفای کساییه که داستان محمد رو قبول نکردن، میگن این دیوونه است، این شرم زده به سرش، جن گرفتتش، داره حرفای چرت و پرت میزنه، میگه که قراره مرده ها زنده بشن. حرفایی رو که دارن این کافرین میزنن حرفای کسایی نیست. هیچ جای قرآن نگفته که مثلا قریشی‌ها و اینا گفتن الله هست و محمد هم پیغمبر خدا هست و ولی ما باید بگیم که نیست. تو جاست هست جایی قرآن که مثلا قریشی‌ها هم چه حرفی بزنن که ما میدونیم جهنم هست؟ الان شما طبق این تفسیر مشرک رو چه کسی میدونی؟ مشرک بر اساس تعریف مدرن و تعریف بعد از زمان محمد یا تعریفی که مثلا محمد داشت؟ مشرک از دید اسلام آقا اینو شما بگم، چون آخه یک جایی داریم میری که الان واسه خودت مشکل ایجاد میشه. مشرک به نظر شما کافر هست یا نه؟ ببین مشرک یه کلمه‌ایه نه سوال اون نیست، کافر هست یا نیست مشرک؟ ببین بذار دارم میذاری من جواب بدم یا نه. مشرک جوابش یک کلمه است، یا هست یا نیست دیگه، چی رو میخوای بگی؟ نه جوابش اینه که بستگی به تعریفت داره. برای اینکه من با تو اگه ببین من وهابیا رو نگاه میکنم، این قرآنیست مسلما رو نگاه میکنم، شیعه های شیرازی رو نگاه میکنم، شیعه های ولایت فقیه رو نگاه میکنم، همشون برای مشرک تعریف مختلفی دارن. خب تعریف شما از مشرک چیه؟ اینا هر کدومش یه چیزی، کسیه که چیزی رو اصلا خیلی واضحه، اصلا مشرک داره خودش تعریفش رو خودش میاره. همشون فکر میکنن که چیزی که خیلی جالبه، ما با بی‌نهایت مسلمان مختلف صحبت کردیم، همشون هم تعریفاشون برای این کلمه ها براشون تعریفاشون فرق داره، همشون هم فکر میکنن که تعریفی که خودشون میگن واضحه، انقدر واضحه که مسلمان های دیگه همشون اشتباه تصور کرده. خیلی جالبه که چقدر اعتماد دارن. بگو تعریف ماشین فرتشه. خدمتتون عرض کردم کسی که چیزی رو کنار الله شریک میگیره، حالا میزنه از اون چیز خدایی و هر طریقی حالا. درست، این تعریف‌های مختلف داره، اینکه من این این به چه شکلی به چه معنی داره. مثلا تو قرآن اومده، مثلا تو قرآن خب خیلی خیلی چیزا تو قرآن اومده. شما الان ببینید خیلی مسائل مختلف رو مطرح کردی، خیلی خیلی پریدی از این ور به اون ور، آخرش هم ما نیومدیم روی همین آیه. من گفتم یک سوال خیلی واضحه، شما میگی تعریفت از مشرک چیه؟ طبق تعریف خود شما الان مشرک چیه؟ به من بگو که من بدونم بعد کافر هست یا نیست. ببین مشرک تعریفش اینه که کسایی که اسوسییت پارتنرز ود گاد، خب یعنی کسایی که برای خدا شریک قائلن، ولی شریک قائلن معنیش چیه بستگی داره. خب خیلی بعضی از مسلمانایی که میخوان بگن که این شما همون شدیدش بذار دارم جواب میدم، بعضی کسایی که میخوان محدودیت مشرک رو بسیار زیاد بکنن میگن فقط کسایی که مثلا بت پرستن، فقط کسایی که مثلا خب ولی این دایره رو میتونی بزرگتر بکنی. بعضیا میگن که نه مشرک کسایی که مثلا مسیح ها بهش اعتقاد دارن به عنوان پسر خدا، اونم میشه مشرک. ببین
میگی جناب آرمین سوال میپرسی میخوای من جواب بدم، من جوابش طولانیه نمیذاری جواب بدم. خب من یه لحظه من گوش میدی؟ من فقط یه تعریف می‌خواستم. خب شما هی می‌خواید دایره‌های مختلف رو بگید، من می‌خوام تو وقت صرفه‌جویی کنم. میگم آقا همون یکی رو بگیر، بت پرست رو بگیر. سوال من جواب بده. بت پرست مشرک کافر هست یا نه؟ شما می‌خوای بری بگید مسیح، نمی‌دونم اونایی که میرن پیش امامزاده همه رو می‌خوای یکی یکی بری. من خیلی سادهش کردم دیگه. خیلی خوب. بر اساس خب ببین بر اساس بت پرست مشرک کافر هست یا نه؟ اگه کافر رو تعریفش این باشه که کسی که پیغام محمد رو قبول نکرده میشه میشه کافر، مشرک کافر هم میشه. ولی اگه این تعریف رو با هم تناقض داره تو قرآن، به خاطر اینکه قرآن کتابی نیست که همه تعریفش رو با هم دوری شما ایراد از آورد کلن قرآن. بله یعنی شما من میدونم بلکه من دقیقا من میدونستم شما چه خواهد میخواید چه کار کنید. بگو بله بگو. منم برای اینکه میدونستم تو میخوای چه اصطلاحی استفاده کنی، تو میخوای بیا بگی اگه این مشرکا کافرن پس چرا تو قرآن اینجوری گفته؟ یه جوری صحبت میکنین انگار مثلا کتاب قرآن کتابیه که اومده همه چی رو دقیق تعریف کرده و به هیچ تناقض نداره. بنده به این معتقدم، بنده کاملا به این معتقدم در قرآن هیچ تناقضی نیست. و وقتی داره میگه مشرک، وقتی داره اشاره میکنه به مشرک و ملحد، با اینکه اینا کافر هستن میخواد نشون بده، میخواد آقا تفاوتش نشون بده در چه زمینه اینا دارن ورود میکنن. حالا من اصلا کاری ندارم. این بله ببین این حرف شما برای کنار بیام. بذار من خب جواب اینو بدم. این حرف شما فقط در شرایطی درست میشد که شما این پیشفرض رو قبول داشته باشین که قرآن تعاریفش با هم تناقض نداره. یعنی شما کتابتون باید الهی باشه و تناقض نداشته باشه، اون وقت شما میتونین به تعریف کافر و مشرک من گیر بدین. ولی کتاب شما اگه که قرآن تناقض داره و تعریفاش دقیق نباشه، اون وقت این تناقض داشتن تعریفایی رو که من دارم به شما میدم و رد نمیکنه، برای اینکه خب قرآن پر تناقضه. شما یه پیش فرضی دارید تناقضه. شما باید ثابت کنید پر تناقضه یا نه. خب من باید ثابت بکنم که شما این پیش فرضیتون درسته. شما دارین میگین کتاب الهیه برای من تناقض نداره. شما باید حالا من اصلا نگفتم اصلا باشه به گفته شما اصلا این کتاب اصلا الهی هم نیست به گفته شما. من حتی ادعا نکنم که تناقض داره. من چون میگم چون قرآن قابلیت تناقض داره، برای همین من نمیتونی به من گیر بدی که تعریفای مشرک و کافر با هم تناقض دارن، برای همین نمیتونه درست باشه. چون من ادعا نکردم که قرآن توش تناقض نداره. شما این که دارین ادعا میکنین که قرآن تناقض وجود نداره. بفرمایید. وقتی که یک نفر یه ادعایی میکنه، خب الان من چرا چجوری باید به یک نفری که ادعا داره تو این کتاب تناقض، چجوری باید ثابت کنم که تناقض نیست؟ در یه صورت بله. که ایشون بیاد یه لحظه اجازه بدین واسه صحبتام. در یه صورت که ایشون بیاد بگه آقا ببین الان سوره 4 آیه 140 مثلا اینو گفته، سوره 5 آیه 110 مثلا اینو گفته، حالا این تناقضه، اون وقت من میام رو آیه بهش میگم نه آقا ببین این داستانش اینجوریه. ولی وقتی شما هیچ آیه رو مطرح نکردی، فقط رو هوا میای میگی چی آقا این تناقض داره، پس طبق این یه لحظه اجازه میدید آقا ببین آخه اشتباه فهمیدی. من کارتو رو راحت‌تر کردم. من حتی ادعای تناقضم الان اینجا نکردم. من دارم میگم که چون قبول نکردم این پیشفرضو که کتاب الهی هست و نمیتونه تناقض داشته باشه، چون این پیشفرضو قبول نکردم حتی بدون ادعای این که تناقض داره، حتی بدون این ادعا، چون این پیشفرضو قبول نیست. چی؟ شما ادعا نکردم. من ادعای تناقض نکردم. من دارم میگم چون بذار خب برای بقیه هم بخوام بگم چون پیشفرض شما رو قبول نکردم، شما نمیتونین بیاین بگین من مچتو گرفتم چون تعریف کافر اینه، تعریف مشرک اینه، این تناقض داره، پس آرمین تو داری اشتباه میگی. چون شما بر این اساس دارین صحبت میکنین که من پیشفرض شما رو قبول کردم که قرآن تناقض نداره. حتی هیچ ادعایی رو من اینجا الان به شما نکردم. متوجه شدم آقا، شما وقتی میگید من سریع میگیرم چی میگید. خب برای بقیه هم دارم میگم. ببینید کل صحبت من این بود. حالا من میگم اصلا بیاین کار راحت کنیم. در پیش گفتم اصلا بیاین این کفر رو با اینکه دقیقا تو قرآن همینه ها، با اینکه دقیقا شما هر جایی بیاد راجع به کافرها صحبت کنید، یعنی آیاتی که راجع به کفر بیارید وسط، متوجه میشید یک چیزیه که کسیه که داره حقیقت رو پنهان میکنه. حالا میتونیم با چه هدفی؟ برای چی؟ به هر هدفی. الان مثلا چرا ابو سفیان با محمد مشکل داشت؟ چرا بگو؟ آیا ابو سفیان میدونست؟
آیا ابو سفیان میدونست که محمد واقعا حرفش پیغمبر خداست؟ میدونست؟ بله شاید میدونست. از کجا شاید میدونسته. آیا شما فکر نمی کنین توی تمام داستانهای محمد، خب اگه این کافرین همشون کسایی بودن که میدونستن محمد پیغمبر خداست و الله وجود داره، خب آیا یک داستانا جوی دیگه ای نبود؟ شما اگه یه مثال دارین که این قرآن نه بذار من با چطور گرفتم تمام شما اگه جواب ندادی گفتی این کتاب تناقض میتونه داشته باشه، بعد اینجا من چطور گرفتم تمام رفتارهای کافرین توی داستان محمد رفتار کسانی هست که داستان محمد رو به عنوان پیغمبر خدا قبول نکردن. هیچ وقت هم هیچ روایتی نداریم از هیچ کدوم از اینا، ابو سفیان و ابو جهل و چه بقیه قریشی ها که اومدن گفتن که محمد درست داره میگه، واقعا پیغمبر خداست، ولی ما هنوز باید برش دشمنی بکنیم. اتفاقا مثال عکسشو داریم. مثال تموم بشه حرفم تموم بشه، این مهمه. تمام مثال هایی که داریم مثال عکس اینو داریم. مثال عکسش چیه؟ مثال عکسش اینه که تو تمام داستان ها هر کسی باور کرد که محمد پیغمبر خداست مسلمان شد. انگار مثل این که تنها شرطی که داشتن که مسلمان بشن باور کردن داستان محمده. پس اگه شرطشون این بود، تمام حدیث ها و داستان ها همش همینه. یه آیه ازت میکنم بیار، یکی بیار ببینم کدوم. آخه من بدونم کانتکستش چیه. یه آیه دیگه رو هوا بگی که ببین حتی جن و عمر و ابو سفیان و تمام قریشی ها و اینا چیه؟ وقتی که قرآن رو همشون وقتی باور کردن، موقعی مسلمون شدن که گفتن یا دروغی مسلمون شدن، یعنی کسایی که دروغی مسلمون شدن منافق بودن، حرفش رو باور نکردن. کسایی که مسلمون شدن کسایی که گفتن این واقعا پیغمبره. شرطه خود قرآن، من الان حفظ نیستم آیه رو مثل شما، ولی خود قرآن کسایی رو که داستان این قرآن رو قبول دارن و مؤمن حساب میکنه. قبول کردن داستان محمد مسلمان حساب میشن اول از همه. خب و اینکه من باید بدونم چه آیه رو میگه، نمیشه من اینطوری نمیتونم نظر بدم. بگو آقا مثلا آیه کلام رو بوش، حالا کاری ندارم. آره یک لحظه من میشه چیزی بگم آرمین جان، یک چیز کوچیک. آقا یه لحظه واسه آقا قائم، یه لحظه ساکت، یک لحظه شما آقا خیلی خوب، شما مثلا در آرمین هم حرف میزنی، یه دقیقه اجازه بده آرمین. ما تا حالا کسی رو داشتیم آرمین جون؟ بابا یه لحظه ساکت باش، من با آرمین یک کاری دارم بعد میرم. بی احترامی بذار. خب آقا خواهش میکنم، شما داری حرف میزنی، من فقط خواهش همینه، وقتی داری حرف میزنی نپره تو حرف، نمیشنویم حرف آرمینو. من و آرمین داریم صحبت میکنیم، شما میخواید خب ما میخواییم حرفای آرمینم بشنویم. آرمین داره حرف میزنه، شما هی میپری تو حرفش، شما نمیشنویم. خب ما میخواییم بشنویم. بذار قایم حرفشو بزنه، حرف آخرتو بزن، بعد بریم سراغ بقیه. قایم بگو. من صحبتم کلن اینه، خب شما اصرار داشتی روی این آیه یکفر و به ها، خب که اصرار داشتی آقا این نیست. ما گیریم آقا، من گفتم بذارم اول کارو راحت کنم بگم باش همون که شما میگی درسته، ولی نذاشتی، هی ما رو کشوندی تو بحث آخرم به مشرک و اونا خوردی، گیر کردی نمیدونستی باید چی بگی. من گفتم یه بحث راحت کنیم بگیم آقا همین یکفر و بکا انکاره، غیر از این که نیست. من دارم میگم این سعه صدر تو کدوم مسلمان دیده میشه که بیاد مثلا شمشیر نکشه دعوا رو نندازه. شما الان ببین چرا میگه اکثر مسلمان شمشیر نمیکشه. حداقلش این از اون مجلس بحث میکنن. من دارم اخلاقی بودن بالاتر بودنشو نسبت به عمل کرد ثابت میکنم. حداقلش اینه که میام میگه آقا ما که اینجا هستیم، مثلا شما مگه مسلمان نیستی؟ الان مگه شما مسلمان نیستی؟ چرا؟ خب من که به اسلام توهین کردم، میدونی که من به اسلام به شدت توهین کردم، درسته؟ خب میدونم الان تو اینجا تو الان از این الان تو از این آیه داری درست رعایت نمیکنی. این آیه رو تو داری رد کردی. نه این آیه رو من رد نکردم. این داره دستور به این میده که من نیام با شما درگیری جو. الان این همه مثلا تو کامنت ها فحشه به منه، من باید بیام مثلا چیز کنم. این داره دستور میده که نشینید که تایید سخنان اونا محسوب نشه. چرا؟ چون شما وقتی بیای بشینید تو اون بحث هیچی هم نگی، مثلا یه نفر داره صحبت میکنه، بله دقیقا همین هست. وقتی نفر داره صحبت میکنه راجع به مثلا اینجور آیات میگه یک فرابه ها و یسته زعبه ها،
وقتی داره اینجوری میکنه من بشینم اونجا و هیچ اکسانم نشونم، تایید سخنان اونا محسوب میشه. منم بله الان تو با ما نشستی، ببین من این آیه قرآن رو انکار کردم. همونجوری که این میگه این آیه رو کسایی که انکار میکنن باهاشون نشین. تو الان با ما نشستی داری با ما صحبت میکنی. دلیلش چیه؟ چرا؟ دلیلش اینه که تایید سخنان شما محسوب میشه. من اگه بیام اونجوری بشینم اینجا، خب شما میگی مثلا داری میگی آها من همونجوری بشینم هیچ نگه. خب این تایید کردم صحبت شما. ببین داری اضافه، ببین این خیلی جالبه، داری اضافه میکنی دقیق الان داری جالب، بسیار جالبه. خیلی از مسلمان ها این کار رو میکنن. ببین من دارم میگم قایم جان شما از قرآن بهتری، شما از قرآن بهتری و داری به آیه قرآن اضافه میکنی برای که یه چیز قابل قبول ترش بکنی. داری میگی که میتونی با ما بشینی به خاطر اینکه این آیه قرآن داره میگه با ما نشین به شرطی که تاییدش، اگه نشستی تاییدشون نکن، در صورتی که هیچ جای این آیه قرآن نگفته که نشین باشون مگر اینکه باشون بشینی. نگفته که بشین باشون، اگه نشستی باشون تاییدشون. بذار من حرفم تموم بشه. خب تو به این که الان با ما نشستی علیه این آیه قرآن که گفته اصلا نباید با ما بشینی حرف بزنی، ولی تو داری میگی چون معنی این آیه قرآن اینه که اگه با ما نشستی داری ما رو تایید میکنی، چون تو ما رو تایید نکردی اشکالی نداره. تو با این آیه به این آیه قرآن یه چیزی اضافه کردی که هیچ جاش ننوشته و معنیشو عوض کردی که یه چیزی قابل قبول تر بکنی برای زندگی امروزه، که مثلا حباب فکری به وجود نیاره که تو بتونی با ما مناظره کنی. این روشی هست که بسیاری از مسلمان ها استفاده میکنن که یک قرآن که معیارهای اخلاقیش بسیار ضعیفه و پسته رو بهتر بکنن. چون مسلمان ها از قرآن بهترن، لازم دارن که از استدلالای مثل استدلالای شما استفاده بکنن که این قرآن رو بهتر از اون چیزی که هست بکننش. بفهمید معلوم فرصت دارم یه آیه دیگر رو بیارم همینه راجع به همینه. نه، چرا نه؟ شما گفتی اضافه کردی، من اضافه نکردم، دقیقا مشابه همین رو میاره. آخه من باید مشابه همین این تو این آیه هست. خب اگه قرار بود که قرآن کتابیه که واضح باشه که چیزی پیشنهاد نکنه که خطرناک باشه یا که به نتیجه بد برسه، شما گفتی از خودت در آورد. شما میخواید بپرین یا آیه دیگه؟ بگو آیه دیگه. من قایم جان میذاریم من محمدم بذاریم وارد بحث بشه، من که محمد من میوت میشم اینو یه لحظه چیزه من میوت میشم. بگو کدوم آیه است که منم آمادش بکنم. دارم میگردم خیلی خوب ممنون. فعلا قاسم تو میخوای چیزی بگی در مورد دوستمون قائم؟ بچه ها گفتن بحث کمی فرسایشی شده، اگه میشه هفته بعد بیان ادامه بدیم. من میخواستم بهش بگم یکی دو تا بچه ها بهش گفتن شخصا که اگه میخواد هفته بعد بیان باش مناظره کنن. اینجا اصلا من ادامه میشه مناظره گذاشته. قائم جان حالا مناظره نه، گفتگوی صمیمانه. دو تا سوال. یکی این که آیا وقتی من هیجانی میشم آیا تو احساس میکنی که دارم به توهین، یعنی احساس توهین یا اهانتی به دست داد؟ اگه واقعی که من دارم نه من احساس کردم شاید مثلا شما تصور کردی که من نمیذارم صحبت کنی یا مثلا منظورتون نمیتونی خوب برسونی به من، این چیز در ایجاد میشه که میخوای تلاش کنی صحبتت رو بقبولی. در صورتی که من شما یک صحبتی میکردی من تا تهش میخوندم میخواد چی بگی، واسه همون میخواستم راحت کنم بحثو. درسته قایم جان، ولی اگه شما میفهمین تو تهش من دارم چی میگم نمیشه حرف من قطع بشه، برای اینکه خیلی تو لایو سر ممکنه نفهمن من منظورم چیه. ولی من به شما خب پس این سوال اول. سوال دوم، شما آیا دوست دارین مهمون یکی از برنامه ما بشین که اینا رو اصلا کلا، برای که من خیلی وقتی من یه موقع احساس ممکنه شما بکنین که دارم به شما مثلا منصفانه رفتار نمی کنم، ولی دلیلش اینه که خب بقیه هم یه مقدار منتظرن و بعض برنامه الان بالای 3 ساعت شده، برای همین من یه مقدار ممکنه به شما کم وقت میدم، ولی اگه شما دوست داشته باشین ما میتونیم کاملا یک برنامه رو فقط با شما داشته باشیم که به شما به اندازه کافی. صبر منم اون موقع خیلی میره بالا، چون من صبرم اینجا یه مقدار کمتر میشه، چون کلی نگرانه. مثلا الان محمد کلی 3 ساعت منتظر بود، این همش تو پشت فکر من هست که مثلا محمد منتظره، گلایوف میخواد صحبت کنه، جیم، پویا، قاسم همه اینجا هستن، برای همین یه مقدار من نگران میشم که حق اونام رعایت بشه، برای همین یه مقدار ممکنه به شما اذیت آزار
بشه. و شما دوست دارین که من مهمون هفته بشین که مثلا من کافی دو ساعت کافی وقت داشته باشیم بحث بکنیم اینو؟ ببینید چند تا موضوع مهمه. اول از همه من عذرخواهی میکنم از جناب محمد و بقیه دوستان اگه بی احترامی صورت گرفت یا مثلا من خواستم سریعتر بحث رو به نتیجه برسونم واسه همین پریدم، عذرخواهی میکنم هم از شما آقای آرمین هم از بقیه دوستان. موضوع بعدی این که ببینید راجع به این که مثلا من به عنوان یک مهمان بیام که یک برنامه رو اختصاص بدید، اول از همه اون موضوع اهمیت داره که چیه بدون آقای من اصلا موضوع رو شما تعیین میکنید. آها خبی پس این هیچ. یکی دیگه این که واقعا نمیدونم میرسم موقع هفته دیگه بیام یا نه، باهاتون از چه طریق رو هماهنگ کنم؟ هفته دیگه نه، هر هفته شما با بابک قاسم میدونی قائم چجوری باید با بابک در تماس باشه که یه وقت برش بذارن؟ نه من دقیقا نمیدونم، ولی میتونی از طریق همون ویدیو زیر همین ویدیو فکر کنم تو کامنت سکشن اگه بابک رو منشن کنی میبینه به شیر رو ارتباطی ببینیش. کلاب هاوس داری قائم؟ کلاب هاوس پیویش باز بابک من کلاپاس دارم آره، ولی خب یه چیزی که هست من وقتی مثلا اینجا حضور پیدا کنم به عنوان یک مثلا کسی که یک برنامه میخواد گذاشته بشه نماینده میشم. خب نه این نمایندگی بودن نه، شما میتونین بیاین شما میتونین همون اول برنامه بگین که این نظرهای شما و فقط خود شخص شما هست و نماینده آره. مسلمان ها نیستید، میتونین بیاین اینو بگید. آره چون مثلا به عنوان مثال من بخوام مطرح کنم، من مثلا معتقدم به عنوان یک فرد مسلمان که خدا قابل اثبات نیست و طبق چیزی که از قرآن در میاد فقط باید به خدا ایمان داشت، یعنی هیچ جای قرآن نگفته که پیامبر اصلا نیومدن خدا رو اثبات کنن، نیومدن چیزی رو مثل این برهانهای علیت اینا. البته من میگم نظر شخصی خودم چون اساتید بزرگی مثل استاد مصطفی حسینی طباطبایی اینا میان و طبق براهین اثبات میکنن، مناظراتی هم با آقای زبوس داشتن که ولی نظر شخصی من اینه که خب مثلا اثبات نمیشه. حالا سوال این بود که شما میخواین یه برنامه داشته باشیم با شما یا نه؟ باید موضوعش رو فکر کنم، باید قبلش واقعا فکر کنم آیا میتونم دست پر بیام، چون نمیخوام که چون به هر حال این به عنوان یک فرد مسلمان داره حضور پیدا میکنه، باید ببینم که چجوری میشه واقعا. من فکر کنم کلاب هاوس بابک تو دیسکریپشن همین ویدیو باشه، پادکست بابک گوگل هست، کانال یوتیوبش هست، من بعد میذاشتم، ولی خب فکر کنم دیگه میتونید پیدا کنین بابک تو کلاب هاوس. بابک دلیمن دو سرچ کن تو کلاب هاوس قشنگ هم پیوی جواب میده بابک هر چی بهش بیان میدی. اگه بتونید اینو تایپ کنید چون من خوب متوجه نشدم. بابک هستی اصلا اونجا؟ من یه بار دیگه بگو گلایوف بابک دلیوند راست من الان دقیقش رو نگاه میکنم، همین پایین تایپ میکنم الان نگاه میکنم تو کلاب هاوس لینکش رو براش میذارم. درباره این قائم که اومده بود سفسطه میکرد ایشون، این ما بردازه هر مسلمون فکر کنم یه اسلام داریم، اسلام محمد رو داریم، اسلام علی رو داریم، اسلام عمر رو داریم، اسلام عمه من رو داریم، اسلام قائم هم داریم. این اسلام قائمی مدل جدیدشه، ایشون خدا قبول داشتن خدا را قلبی میدونه، اثبات دنبالش نیست، چیز کافرها کشاورزن، لابد محمد کشاورزا رو میکشته. این اسلام نوع قائمیه. اسلام عمه منم این بود که هم وقتی میرفت شراب درست میکرد بسم الله میگفت، شرابا رو باش بسم الله و قل هو الله هم میزد، اون اسلام مدل عمه من بود. اتفاقا شرابای خوبی هم درست میکرد، خیلی نوشیدنی، هیچ وقتتون بیشتر از این نمیگم. یعنی ما به اندازه هر مسلمونی یه اسلام داریم. من موندم این وسط، اسلام محمد اسلامه، اسلام علی اسلامه، اسلام عثمان اسلامه، عثمان اسلام کی اینجا اسلامه، اسلام همین کجا؟ منم برای همین میگم نمیتونه تعریف اسلام این باشه، تعریف مسلمان کسی باشه که همه قوانین اسلام رو رعایت میکنه. اگه تعریف مسلمان باشه یه دونه ببخشید صحبتت رو با اصل قطع میکنم به قول ترکا، اما با شیرینی قطع میکنم، اما اینا یه نمونه دارن محمده، ما دیگه بالاتر از محمد که نداریم که. محمد رابطه بوده بین این آقایون مدعی اسلام و اللهشون. خب سنت محمد جلو چشممونه، با دختر 9 ساله تجاوز کرده،
شوهر صفیه رو کشته، پدرش رو کشته، شوهرش شگلجه زده کشته، شب بهش تجاوز کرده. این اسلام شما، این اسلام محمد پیغمبرتونه، دیگه از اون بالاتر کسی رو ندادید که. یعنی عارفای شما آرزوش این بوده که خاکش کف پای محمد باشن. که برای ما سفزته نکنین من اسلام اینجوری اسلام اونجوری، وقتی تو نمیگیرم محفظ باشه. باشه، تعریف مسلمان میشه محمد. من باشه ببین اگه میشه بذارین بریم سراغ کسایی که منتظر بودن گلایه. من یه چیزی بگم آره بعد برم توی پایین. من اولا که این لینک رو گذاشتم خب توی پریوید چت گذاشتم قائم جون برای که بخوای با بابک ارتباط داشته باشی. این از این دو تا چیز خیلی مهم و در 30 ثانیه میگم یا نهایت 1 دقیقه راجع به قائم و قائم ها. ببین خیلی من این چیزی که از آقایم دیدم و زیاد دیدم، مثلا الان شما داره حرف میزنه با آرمین میگی من فهمیدم ولی نفهمیدی، دوباره تکرار میکنی همونو. آرمین میگه بابا اگر این آیه تو این کارت مخالف این آیه است، ولی این دلیل نمیشه که مخالف آیات دیگه باشه، آیات تناقض میتونن داشته باشن. خب از نظر من چیز ثابتی ندارم که آیات تناقض ندارن. من میگم این حرف تو برای این آیه مخالفه، داره اینو میگه، میگی نه فهمیدم، باز دوباره داره چیز دیگه میگه، میگی نه من این حرفمو میرم از یه آیه دیگه میارم. برای همین من به نظر ما باید گوش کردن و یاد بگیریم. این یک. دو، راجب کفار. ببین من کار من این حرفو زیاد شنیدم که کافر یعنی پوچاننده، اما ما تو تاریخ صدر اسلام دیدیم تا رو مثلا حضرت محمد بره وقتی میخواد کفار رو بکشه بگه نه وایستا ببینم تو ته دلت به من ایمان داری، داری الکی ادعا میکنی منو دوست نداری قبول نداری، یا نه واقعا باور داری که من اشتباهم. اگر واقعا باور داری که من پیامبر نیستم تو رو میکشم، تو رو نمیکشم اگه واقعا باور داری من پیامبر نیستم، ولی اگه نداری ادا در میاری، داری شوخی میکنی، ته دلت ایمان داری به من، داری الکی انکار میکنی، تو میشی پوشاننده، تو رو باید بکشم. کجا دیدیم که حتی حالا میگی خود محمد علم غیب داشته؟ اوکی، بقیه چون چی؟ بقیه اصحاب که میرفتن کفار رو میکشتن چی؟ یکی یکیشون رو وای میساشن تحقیق میکردن ببینن آیا از ته دل بوده یا نه، داره ادا در میاره ما رو فیلم میکنی، ته دلت قبول داری ما رو ولی داری ما رو اسکول میکنی. خدایش خودت فکر کن بعدش این بحث رو بیان کن. ممنون که به صحبت هم گوش دادیم. آره البته این حرف خیلی جالبیه، چون که مثلا وقتی که تو قرآن میگه برین این بلا رو سر کافرین بیارین، اگه تعریف کافرین کساییه که دارن انکار میکنن با اینکه میدونن خدا وجود داره، مثلا من از کجا بتونم بفهمن کی کافره کی کافر نیست؟ اصلا غیر منطقی میشه. قائم تو میخواستی یه جواب بدی؟ جواب اول به آقای اسمشون یادم رفت، دانیال بودن، دانیل. اینکه گفتن به اندازه هر کسی اسلام وجود داره. ببینید واقعا ما وقتی مثلا میگیم روی قرآن یک صحبتی رو انجام میدیم، بریم همون چیزی که رو قرآن هست رو میگیم. حالا ممکنه بگید برداشت ها متفاوته، خب این رو میتونید بگید، اما اینکه من بیام از مثلا اسلام نمیدونم گفتید محمد اسلام، علی اسلام، عثمان، نه اینجوری نیست. ما یک کتاب بیشتر نداریم، یک خدا هم بیشتر نداریم. خیلی در یه سری موارد جزئی ممکنه مفسران اختلاف داشته باشن، مثل مثلا همین چند همسری که اتفاقا هم توی این برنامه مطرح شد. قایم اگه میشه کوتاه‌تر میگی، برنامه قرار بود 3 ساعت باشه، الان شده 3 ساعت و 40 دقیقه. من واقعا باید برم، اگه میشه کوتاه‌تر میگی. من جواب چند نفر باید بدم که آقای گلایل که گفتن کجا گفته همچین چیزی؟ متوجه شدیم. شما میگین قرآن یکیه، برداشت مختلفه، بله دیگه چی؟ راجب این بود که آقای گلایل مطرح کردن کجا دیدیم که گفتن فلان تو قرآن هست که میگه که اگه موقعی که مثلا اونها رو گرفتید تو سوره توبه هم هست اتفاقا که خیلی هم مطرح میشه از سمت شما، و اگه اونها اعتراف کردن به این که آره ما ایمان داریم آزاد میشن. این که قایم این حرف تو رو این تناقض داره با چیزی که تو میگی. اگه چیز؟ ایمان دارن آزاد میشن، یعنی اگه پس به ایمانه، یعنی شما ببین، یعنی ایمان داشتنه مطرح، ایمان داشتن شما رو مؤمن میکنه، ایمان یعنی شما رو غیر کافر میکنه. اصلا اشکالتون به این صحبت چیه؟ شما آقای گلو مطرح کردن کجا دیدی که آقا مثلا بیاد و بگه خب تو الان اینو گرفتی، یکی یکی سوال کنن. اتفاقا زمانی که وقتی تحت سلطه قرار میگیرن، بلا از اجازه بدید من از باید بریم سراغ آیه. آخه شما باید میگه کتا صحبت کن بعد ببین
الان دیگه من دیگه نقد نمی کنم، تو سری کوتاه همه حرف آخر تو بزن، من دیگه چیزی نمیگم. فقط 30 ثانیه دیگه بگو بریم سراغ سینا که نمیدونم و مجید. کلا صحبت من این بود، تمام چیزایی که مطرح کردید در جای خودش واقعا قابل بحثه. صحبت من هم کلا این بود که شما میخواستی بگی مسلمان واقعی اسلام واقعی، اومدم و این رو مطرح کنم که نه، اگه یک فرد مسلمان به دستورات عمل نمیکنه اون رو نمیشه به پای اسلام بذاریم. بعد بحث ما رفتیم کافر رو اینجور صحبت کردیم، ما که با اون هم نظر بودیم قائم جان، تو اون موضوع با هم نظریم. من اگه کسی اسلام رو رعایت نمیکنه، من همون ولی من میگم اگه یه مسلمان کار خوب انجام میده این معنیش نیست که اسلام خوبه. خب و عکسش هم قبول دارم، اگه کسی کار بد انجام میده معنیش نیست که اسلام بده. ما اگه میگیم اسلام بده به خاطر قرآن و حدیث میگیم اسلام بده، نه به خاطر کاری که مسلمان ها میکنن. به همین شکل هم مسلمان هایی که کار خوب انجام میدن اونا نمیگیم چون نگاه کن چقدر مسلمان ها خوبن پس اسلام خوبه، نه، مسلمان ها مستقل از اسلام خوبن، به خاطر اسلام خوب نیستن. یه لحظه چیزی بدید، آقای عقیل هاشمی با آقای زئوس که داشتن مناظره میکردن، چون جناب زئوس داشتن میگفتن این اشتباهات رو مثل اینجور چیزا دقیقا به پای اسلام نوشته میشه. من با این دید اومدم تو جمهوری بی خدا، چون به هر حال ایشون هم به هر حال جزء زیر مجموعه شما حساب میشن یا نه آقای زئوس؟ نه مگه ما من هزار بار گفتم من نماینده بی خدایان نیستم آقا، من نماینده یه نفرم، من نماینده آرمین نوابی ام، همین. من برای کسی دیگه صحبت نمی کنم. موضوع زیاد مشکل خاصی نداشتیم، حالا انشالله اگه فرصت بشه راجع به تمام این موارد صحبت میکنیم. ممنون سینا جان. من به یه چیزی قای ممنون که اومد رفتش، خواستم ازش تشکر کنم.